آقای احمدزی، فکر نمی کنید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان باز هم همان جنگ کوچه به کوچه که در سالهای گذشته وجود داشت تکرار شود؟ و اگر چنین نیست، ناامنی های اخیر در کشور گواه بر این نیست که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باز هم یک بحران امنیتی را در کشور به وجود میاره؟ ببینین، قسمت را که پیشتر تشریح کردم، کسایی که این دفعه به اصطلاح به حساب پلیر سیاسی در منطقه و بالخصوص در افغانستان رول دارن، روابطشان بسیار سرد یا اصلا وجود نداره با کسایی که اینجا تابال به می چرخشا مطرح بودن، یا به حساب جنگ سالار، یا به حساب زور، یا به حساب پراشوت و اینایی چی. اگه جامعه افغانی به چند ماه آینده بتانه کرده، بالخصوص وقتی که عذاب وجود نداره، به نشست دو قوم عمدهش که سرش کار روان هم است، تا اندازه پشتون و تاجک افغانستان اگه از قریه و ایناش به حساب نشست برابر آمد، یک چوکات بسیار ساده پیدا میکنه که چی رقمی نگاه. این شما اگه از نگاه منطق نظامی به این پس افغانستان نگاه کنین، اینا امروز یک آدمی که به قریه را بزرگیش میکنه دو مشکل داره: در روز همراه از یک حکومت بی‌کفایت طرف است، در شب همراه طالب طرف است. تا وقتی که این را واضح نسازین که 102 ولسوالی سرحدی افغانستان بک ای میره و مملکت ای میخواه، از نسل جوان افغانستان دیر رورت داره. چرا نمایندگای فعلی که بسیار واضح بگم پشتون افغانستان آقای کرزی قوم خودش است، 80% هم پوپرزی هم قبولش نداره که کلان پشتونه را خود چی میکنه. اگر اجازه بده من میخوایم بپرسم که اجازه بده اگر کسانی که خود را سران ازبک ها در افغانستان میگن، یا سران هزاره ها، یا سران تاجک ها، یا سران پشتون ها میگن، اونها را مردم خودش حتی قبول ندارن. اجازه بدین من تشریح کنم. چرا سر یک چیز نمیشه که مثال بدم؟ شما اگر سر برادرای هزاره ببینین بین خلیلی و محقق، سر حتی روز مرگش هم خود دوتا جور نمیه، در حالی که اردوش دوتا وعدت اینا داره و مسئله مطلق داره. اگر جنرال صاحب دوستم نسبی امکان داره حالتش فرق کنه، چرا فیصدی که بین نفوس ازبکا داره نظر به دیگرش زیادتر است و حلقش آدم به حد و اینا. مرم بازم یک رهبریت است که ببینید، رهبریت های منطقی جنگ تا رهبریت های سیاسی تفاوتش در چی می باشه. جنگ یک کس دیگر می کنه، خون و جنجال اینا رو هم داره، مرم به مجردی که به گروه سیاسی رهبریت خودم اسپاره و خودش به گوشه دیگه قرار میگیره، حرکت سیاسی است که جلو برده میتونه و او گذشته از او را او پاک کرده میتونه و حداقل ارتباط جمعی نزدیکتر هم ایجاد کرده میتونه. امروز رهبریت های فعلی افغانستان برای بقای شخصی خود اینا یک چوکی های دوامدار سیاسی میخوان. ده نظام های دموکراسی یا نظام هایی که سلطنتی نباشه این غیر ممکن گپ است. شما 5 سال 10 سال بسیاری از اینا 10-15 سال تقریبا به مراحل مختلف با قدرت و این خودش یک زمان بسیار طولانی است از نگاه قدرت سیاسی. اگر کنار میرن منطقی است امکان داره یک بقا داشته باشن به حیث کلانی، اگر نمیرن خود زمان از بین میبریشانه. تشکر.